یو ار بیا شراغلاس خبرونه بندال نه جبی سره اوس په دې سیګمنت کې په دې برخه کې موږ دن سره ډیر محترم استاد طارق صاحب لرو شراغلاس زنده باش تشکر سلام خدمت شما داس کې تشکر زنده باش تشکر سلام ښه اغه ورځ موږ ابل ورځ تاسو سره خبرې کول په هغه کې او څو پښتنې د دلجان ذهن کې زمونږ کې یغم پاتې شولې درو جی سره تړلې یو پښتنه دا هم چې ډیر خلک دا وایي چې تسترګي توري کې او د شست روزه دی ماتيږي یو دویم داري وای چې مخته په کریم باندې غوړکه روزه دی ماتيږي دریم وای ک اتر دی وو وای دا خو دا ست روزه ماتيږي دا درې شیان سره واقعي روزه ماتيږي خو په بسم الله الرحمن الرحیم در مورد سرما یت بالای روزه تاثیر نداره مونتا چکک اگر چش میشه چون علقه تلخ میسازه او چکک تاثیر خود داره که مکروه میسازه حد اکثر بینن در جریان روزه کسی چکک در چشم خود نچکنه که تو باز طبیعی است که رابطهش با حلق است و تاثیر خود میده اما خود سرما مشکل نداره نه تنها مشکل نداره سنت آمه است که سرگی تورکی دوم موضوع چرب کردن چرب کردن هم تاثیر نداره حتی خود پیامبر بزرگ اسلام موی خود چرب میکرد در جریان ماه مبارک رمضان یکی جلدم چرب میکنی تاثیر نداره اگر جذبش هم میکنه خوبتر است و به معده چرتبات نداره بنان تاثیر بالای روزه نداره میایم در موضوع عطر خود عطر زدن سنت پیامبر بزرگ اسلام است که عطر میزنیم و مستحب هم است مخصوصا روزای جمعه است و در محافلی که اشتراک میکنیم باید عطر بزنیم و پیامبر بزرگ اسلام هم میفرماید که ان الله طیب و یحب الطیب خداوند خوشبوز زیباست جمیل میگه یحب الجمال ان مقبول است زیبایی را دوست داره خوبی خوب است خوبی را دوست داره او مقبول است مقبولی را دوست داره پس بنان خود پیامبر علیه السلام امر کرده که عطر استفاده کنی اما در مورد عطر یک مورد دیگر هم میخوایم اشاره کنیم که بعضی عطرها هست که یک نوع هورمون مردانه یا هورمون زنانه را موادی است که ترشح میکنه که تحریک کننده برای مردا و زنا میبوده باشه که عطرش یک مقدار عطرای خاص است که او در جریان ماه مبارک رمضان به خاطر استفاده خودش تاثیر نداره به خاطر تحریک کننده دیگه تاثیر داره از این جهت مکروه میسازه اما ذاتن عطرای عادی که ما شما استفاده میکنیم این تاثیر خود نداره نه تنها تاثیر خود نداره بلکه خوب هم است که یک مسلمان خوشبو بده حالا اگر ما در لحاظ اجتماعی بگیریم اگر یک نفر بدبو بده سر جان خود نشسته باشه روزش خراب نمیشه کلاگی اتفاق نظر داره پس که در بوی بد خراب نمیشه بعد بوی خوش چگونه خراب میشه در حالی که بران شریعت اسلام معیار برای شناخت مؤمنان امیر داخته خوشبو می بوده باشه مؤمن مقبول می بوده باشه مؤمن نظیف می باشه پاک می باشه زیبایی را می داشته چون زیبایی را خوش داره زیبایی را خداوند جل جلاله تو خوش داره و خود قرآن عظیم شان می فرماید من حرم زینت الله زینتای خدا را کی حرام گردانیده که ما بیم آل زینتایی که بر ملام شال به تبلور میکنه در وجود ما بعد بیم را بالای روزه یعنی به این معنا نیست وقتی کسی که روزه گرفت روی خدا نشوشه سر خدا چرت نکنه روی خدا شان نکنه دندان خدا برس نکنه پس یعنی چی؟ پس میتونه خدا هرچقدر جمال داشته باشه خوب باشه حتی خدا قرآن کریم مکلف ساخته انسان را وقتی که شما به سوی مسجد میری به سوی نماز خواندن میری به سوی عبادات میری بهترین حالت زیبایی را به خاطر انتخاب کنه صحیح خا یو بل پختنه همیشه مونږ دا وایو چې مسلمانان باید په خپل منځ کې د درې ورځې زیات خفګان نه لري کته یو کس خفه شي باید درې ورځې زیات خفګان بیا مونږ دا هم اوریدلې چې باید پروژه کې د څه چې دا بخشش میاشته دا رحمتونو میاشته نه بکه څوک د چا نه خفه باید بخشش ورته وکي صحیح ده دا خبرې خلک زمونږ د خبرونه ګوري زه د ټولو یعنی پرونه ما د خبرونه چوانو اغه کوم زما کوشش دا و چې په څه طریقه باندې زدا سی یو میسج ورکم چې راځي دا چې څه شي وي اغه تی چې دروږې د مبارک میاش په خاطر باندې یو بل وبخو نو پروژه کې د یو بل بخل د دې باره کې یو لندونه خو په روزه خو مای سخاوت مای بخشش مای برابرۍ مساوات از همه در غیر روزه اجازه نیست برای یک مسلمان که بالاتر از 3 روز با کسی جنگی بوده باشد چون 3 روز هم که تعیین کرده به خاطر فطرت خود بشری است یک نفر که جنگ میکنه حالا خلاف قانون بشری است که همین جنگ کرد بگوی کلاشتی کنه شما چون خصوصیتشان طبیعتشان نمیپذیره از این جهت 3 روز شریعت برایشان اجازه داده که 3 روز میتونه جنگی باشه تمام قارت فروکش میکنه بعد از 3 روز جنگیگری معنای عناد میته مادای زد کردن هم میتد دیگه حالا فطرت بشری از 3 روز بالاتر نمیخواه بینن در جریان ماه مبارک رمضان باید امو تو رابطه مردم نزدیک کنه و مخصوصا چون در جریان ماه مبارک رمضان یک مقدار مردم مصروف عبادت هم باشه روزه و از این موارد گپا است بعد این 2-3 روز دیگه ما پیش رو داریم که عید است بله. و در عید هیچ بهانه با یک انسان باقی نمیمانه که قرب بودن باشه حتی کسایی که در نماز عید میان وقتی که الله جل جلاله تو از ملائک پرسان میکنه کی آمده حضور داره بان که خودش میفهمه
او میگه که بنده هایت آمده روزه گرفته، میگه که ما را کلش بخشیدم، میگه یا الله یگام تا روزام نگرفته بود آمده، چطور میگفتی را به خاطر ازیدگاه بخشیدیم، به خاطر از اینکه ما خداوند که وقتی از تمام کمی و کاستی بنده هایش میگذره، پس بنده ها باید از کمی و کاستی جان مقابل بگذره. تمرخه تشکر استاد، دیرم انا خیر شکر و دان استاد طارق صاحب چې همیشه راځي، یو مونږ ته ډیر خسته خبرې کوي. بعد از وقفه ممنونم.